بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزا، امروز درس ویدئویی ما راجع به causative passive یا مجهول سببی است که در ویدیوهای قبلی ما شما از بخش نوعیتی از مدل پاسیف ها را خواندیم و دربارهش بحث کردیم که مدل اکتیو وربا چی بود و چطور میتونیم با شما اونها را به مجهول یا به پاسیف تبدیل کنیم. و امروز درس خیلی مفید، البته کم جنجالی تر می باشد، به خاطر که کازتف یک نوع از افعال است که افعال سببی است که ما دو مفعول در یک فاعل و تقریبا دو مفعول در یک جمله می داشته باشیم و تقریبا مجهولش هم به چندین شیوه است که انشاءالله در ویدیو گنجانیده میشم. شاید شما یک طریقه از او را قبلا کار کرده باشین و امروز در این ویدیو شاید شما قادر به این شوین که مشکل ترین جملات کازتف اکتف که معلوم است البته او را ما چطور به مجهول تبدیل کنیم. خب پیش از او دوستان عزیز، وارد چینل ما شوین و سابسکرایب کنین تا هر نوع ویدئویی که شما خواسته باشین بر دسترس شما اولتر به شما برسد. صفحات اجتماعی ماست که میتونین شما با ما با طریق فیسبوک، خودم که از این قسمت است، میتونین شما با اینجا تماس شوین. فیسبوک که ما پیج داریم، البته تمام مواد درسی که روزمره اپدیت تدریس میشه بر شما گنجانیده میشه و ویدیوهای بیشتر اگر شما خواسته باشین شما میتونین با چینل ما که یوتیوب است سابسکرایب کنین و بیشترین ویدیوها را درباره کامپیوتر، تمام تکنیک زبان انگلیسی و علم کامپیوتر که از ویندوز شروع تا برنامه های آفیس و برنامه های شبکه و خلاصه تمام بخش کامپیوتر است و چینل ما را سابسکرایب کنین و صفحه فیسبوک ما را لایک کنین تا بیشتر و بیشتر به شما مواد درسی برسد. خب عزیزا، امروز میایم ما شما شروع میکنیم راجع به کازتف پاسیف، که کازتف پاسیف چی است و تقریبا ما شما در اگر در کازتف اکتف کسی مشکل داره میتونه صفات ما یا با ما تماس شوه. ویدیوهای بیشتر درباره فعل سببی که قبلا ما در اجزای کلام خواندیم و تمام مفهومش را گرفتیم، حالا نوبت زی رسیده که ما چطور میتوانیم که کازتف اکتف خدا، افعال سببی خدا، به افعال سببی مجهول تبدیل کنیم. و اینکه در افعال سببی ما در مدل پاسیف البته خوانده بودیم که ما در پاسیف پنج نوع پاسیف داشتیم که یکیش مدل پاسیف بود و اینفینیتیو پاسیف بود، امپراتیو پاسیف بود و اینی چهارمیش است که ما انشاءالله امروز کازتیو پاسیف، یک نوع از نوعیت های پاسیف می خوانیم که خیلی دشوار است ولی با تکتیک هایی که ما کار کردیم انشاءالله شما قادر به این میشین که هر نوع جمله فعل سببی باشه و را بتانیم ما به مجهول البته پاسیف تبدیل کنیم. پس بیاین که امروز چطور بتانیم که درباره پاسیف کازتف پاسیف، یه پیش از کازتف پاسیف ما یک کمه برای شما بیشتر معلومات درباره کازتف اکتف میدم، چون در بارزی خواندیم. بازم بر شما میگم که مراجعه کنین به چینل ما، به صفحات ما کازتف اکتف. شما اول کسانی که کازتف اکتف را نمیفهمن، برای تو خیلی دشوار است. اول فعل سببی را خوب درک کنین چند عوض و چه قسم میشه. پس از با کسان است که اینها کازتف وربا را خواندن میتونن جمله جور کنن و چه دور وربا بتونیم با پاسف تبدیل کنیم. خب میایم اول سر کازتف بحث میکنیم، یک مرور بسیار کوچک، بعد از او پیش میریم. کازتف خودش سببی مانا میده. معمولا شما عزیزان اگر متوجه باشین
کازتف خودش سببی است که معمولا یک کار صورت میگیره که شخص عمل انجام نمیده. بین یک تعریف میکنیم، بعد از تعریف سر ازی بحث میکنیم. خب causative verbs have let make، چون ما هم get هم داریم، help هم داریم، چون او را نگنجانیدیم، خب پس ما میتونیم که بگویم که در causative passive اینجا هم ما get داریم و هم help داریم، که فعلا پنج نوزی مشهورتر است که سه نوعی زیر ما در پاسف خیلی مهم است کار میکنیم، که یکی have است و get است و make می باشه، که باز نیاز به help و let نیست. بقدر ما سر این سه تاش بس میکنیم. Are used when person is causing another to do something. خود causative active زی یعنی فعل سببی چیز، پیش از اینکه با پاسف بریم ما میگیم که causative پاسف به این معناست که اگر میگه او افعال هستن که برای استفاده میشن یا استفاده میشن که یک شخص، البته یک شخص کس دیگر را سبب میسازه تا یک عمل چی کنه انجام بده. به این معناست که شخصی که میخواید که یک کار انجام بده یا یک تمثیل بکنه، او شخص عمل انجام نمیده. در جملات عادی معمولا شما متوجه باشین که شخص کننده میباشه. The door of an action کننده یک عمل، ما subject یا subject pronoun میگیم. اما در causative شخص عمل انجام نمیده. یک کار را مثلا اگر من این قسمت بگویم بر شما، فرض کنیم که یک شخص است، در این قسمت مثلا میگم که مثال person، یا مثلا میگم که احمد. در این قسمت احمد شخص شد، و در اینجا یک شخص دیگه هم داریم، شخص دیگه داریم به نام مثلا جاوید. ما یک شخص دیگه داریم به نام جاوید. اینا چطور احمد چطور بتانه که یک کار را سبب بسازه تا او کار سر جاوید انجام بده؟ ولی ما در جملات عادی خود شخص، مثلا اگر ما بگویم که یک جمله در این قسمت، اگر بگویم که احمد plays football، شما ببینید این قسمت آیا کدام کس دیگه از اینجا وجود داشته خود احمد عمل انجام میده. یا مثلا یک جمله دیگه باشه بگیم که احمد polishes his shoes، یا احمد بوتای خود چی میکنه؟ رنگ میکنه یا پالش میکنه. حالا اینمی کاره که احمد میکنه، پالشت هز شوز، چی کد ببخشین انجام داد زمان گذشته است. حالا ما در کازرتف ایره قسم جور میکنیم، میگیم که در اینمی جا احمد یک کار را سبب بسازه، در اینی قسمت یک کار سبب بسازه، کاز بسازه، سبب بسازه تا اینمی عمله، تا عمله کی انجام بده؟ جاوید انجام بده. پس به این معناست که در causative verbای ما، در causative activeای ما، فعلای سببی ما کننده خودش انجام نمیده. یک کار را فشار میاره سرش، مثلا پس اینال ما در این قسمت میگیم که verbs are used when one person is causing another to do something. افعال سببی افعال هستند که میگه یک شخص سبب میسازه یک چیز را تا یک کار انجام بده، یا بزور یا تشویقش میکنی که به اثر تشویق کردن یک کس یک کار انجام میده. دایرکت ما نمیتونیم
یا فشار میری سرش، یا سرش مکمل شما به شکل مسئولیت هم اندازین. پس از این خاطر ما میگیم که causative verbs و افعال هستن که سبب میسازن چیز را که تا یک شخص انجام بده. این شخص یک کار انجام میده، مثلا یک نفر هم این که تشویقش میگه خیره که من بوتای ما خب پاک و یک کار برش انجام میدیم، برو به این کار برد میکنم توی کار بکن، یا بزور سرش یک کار فشار میانی، بزور کازتف میگه تا این شخص که در محفول است این کار انجام بده. پس عزیزا میایم سر ای کازتف اکتیف. The passive is used when the focus is on the thing instead of the person. پس در پاسیف میگه که اگر ما کازتف وربای خدا یا اکتیفای خدا به پاسیف تبدیل کنیم، ما بیشتر سر امو جنسی که بس میکنیم به جای شخص کار میگیم. یعنی به این معناست که ما در جمله اگر بگوییم که ما نان میخورم سریس نی، یا نان خورده میشه، یا ما عصیبه تشویق کردم به نان خوردن، پس مفعول یک شخص کننده میباشم. در این قسمت ما با شما واضح بسازم، یک شخص در قسمت پرسن است که ایجاد میکنه، شخص است که ایجاد میکنه امی سببه. در دوم ما سبب میداشته باشیم. در این قسمت ما سببی خدا یا فعل کازتف خدا انجام میتیم، کاز میسازیم سبب. و در مفعول کاز در سوم ما think سر او جنس گپ میزنیم. وقتی که ما با پسیو تبدیل کنیم، در کازتیو خود شخص سبب میسازه تا جنس یک عمل یک مفعول انجام بده، ولی با در پسیو متوجه باشین عزیزان که در پسیو سرچپه میشه، اما جنس سبب میشه تا توسط شخص توسط مفعول انجام یاد بشه. پس به این معناست که در اکتف این شخص سبب می شود تا یک جنس یک عمل انجام بده یک کار، ولی اونمو جنس هرچی که باشه سبب می شه با این شخص که مفعول چی بودشن انجام بده. پس به این معناست که پاسیف is used when the focus is on the thing instead of the person. پس وقتی که ما پاسیف جورش می کنیم، ما شخص حذف می کنیم. پس مثل که بگوییم که ما تشویق کردم احمد یا جاوید تا درس بخونه، پس اگر بگوییم که درس خوانده شد توسط جاوید یا تشویق شد، جاوید تشویق شد تا درس بخونه، ببینید شخص اینجا نیاز نیست، یعنی توسط اطمان یک نفر بوده که این عامل شده سبب شد تا این شخص به درس خود کوشش کرده. پس از این خاطر ما پاسیو استفاده میکنیم، در اکتیو شخص سبب میسازه تا شخص دیگه انجام بده، و در پاسیو یک کار تشویق شده میشه، تشویق یا سبب میشه تا شخص انجام بده، ولی شخصی که کننده میباشه یا شخصی که ذکر میشه در اول او ذکر نمیشه در پاسیو. یا چند حالت داره که ما در سه حالت یا از اکتیو به پاسیو تبدیلش میکنیم، در یک حالتش ما نیاز نداریم که امو شخص چی کنیم، سابجکت خدا ذکر کنیم. خب عزیزان دیگه پس میگه که in English the causative form is used when we don't do something ourselves. در زبان انگلیسی میگه causative form همیشه وقت استفاده میشه که ما هیچ نیاز نداریم که چیزی رو انجام بدیم خودمون. Instead we arrange for someone else to do it for us. ما کسی دیگر رو انتخاب میکنیم. تا بر ما چی کنه؟ کسی دیگر را انتخاب میکنه که بر ما انجام بده. یعنی سبب میسازیم. یک نفر خیلی زاری میگه تشویقش میکنیم یا به زور سرش میکنیم کار انجام بده. پس از این راه هاست causative verb را ما افعال زورگیری، تشویقی و یا کمکی یا مسئولیت پذیری را هم گفتن میتونیم که
از یک طریق یک طریق یک عمل بالا یک کس فشار میاریم یا کار مسئولیت سرش میتیم یا تشویق رقم میگنیم تو منطقه بر ما او کار چی کنه 100% انجام بده. خب پس ما میگیم که there are two kind of causative structures. دو نوع ما causative ساختار داریم در زبان انگلیسی. ما دو نوع ساختار داریم که ایتیویز که کلمه میفهمه، یکی active causative structure داریم، یکی دیگه ما passive causative structure داریم که activeش معمول است که انجام میتیم، ما کار میگیم که معلوم است و در پاسف معلوم نیست. به این معنی است که ما چی میکنیم، در اکتف خود شخص سبب میسازد است یک چیز در سر کسه و در پاسف چی میکنه، اما کار سبب میشه بالا شخص انجام داده شد ولی کننده باز اینجا ذکر نمیشه. پس در اینجا هم میگن سعی کنیم بسیار خیلی گپ واضحی با شما میگم. In changing causative passive, the object of an active sentence becomes the subject of causative passive. در تبادله زمانی که ما بخواهیم که causative pass active با passive جور کنیم، در جمله که causative active معلوم است object که ظاهر میشه او را ما من حیث subject جمله passive جور میکنیم. یعنی اگر ما بخواهیم جملات active با passive تبدیل کنیم، حالا میفهمیم که چه قسم است. ما مفعول پیدا میکنیم از جمله causative active خود، او را به passive میاریم، بنایت subject قرار میدیم، بعد از او دگر قوانینی که دگر داره او را ما بر قدم به قدم انجام میدیم. حالا یک یک سر از کار میکنیم، مهم سعی کنیم. causative CP is causative passive. میاییم ما اول آشنایی پیدا میکنیم با causative passive ها کدام است. ما داریم make، زمان سادش است. Second form از این میدانه شده میت که معمولا همیشه کوشش کنین دوستان که ما در ساده ها میتونیم در گذاشته، زیادتر ما در گذاشته ها خیلی زیاد استفاده میکنیم causative passive causative verb خدا که چون نتیجه رو بگیریم. اما اگر ما زمان سادهش استفاده کنیم غلط نیست، ولی ما باز نتیجه گیری کردن نمیتونیم در افعال سببی که کمال بالای کسر انجام دادیم که دو شخص برای ما کار انجام بده. البته ای متوجه باشین. پس چی رو نشان میده وقتی که ما میک، و اصلا میک خودش یک فعل اوردینری ورب است که در اصلیت خود مین ورب است، ولی ما میتونیم که کازاتف هم جورش کنیم. یک فعل میتونه شکلهای خود به چندین حالت تبدیل کنه. عزیزا شما استراکچرهای ورب سعی کنین. در ویدیوهای قبلی ما سر فعل خیلی بحث کردیم که ورب میتونه اوردینری ورب شوه، مین ورب اوردینری ورب است، ترانزیتیو شده میتونه، انترانزیتیو شده میتونه، بیر انفینیتیو مظهر خالی شده میتونه، کازاتیو ورب شده میتونه. اینمی میک شما ببینید که ترانزیتیو انترانزیتیو هم داریم سر ازی باز بحث میکنیم. چون بحث هم کردیم خیلی مسائل است که سر ورب بسیار آل. اینجا ای که میک و میده شما میبینین مرایس اردنیر وربا کار نمیکنه. مرایس یکی از کازاتیو ورب هاییست که ما عمل انجام نمیده، فقط اینجا سبب میسازه اینها. پس اینجا میگه که معمولا چی را نشان میده. شما میگین که وقتی که ما منعیس کازاتف جور کنیم force someone to take an action، بالای کسی ما فشار میده تا یک عمل انجام بده. اگر ما عادی بگیم که I make a car، این make خودش یک action verb شد، ordinary verb شد، mean verb شد که یک عمل انجام میده، فقط کننده عمل انجام میده. ولی در این کار سبب میشه یک فعل سببی است که تا یک شخص سرش به زور عمل چی میکنین شما انجام میده. میم سر بعدی ازی دیگه داریم هف، شکل دومش هدس که یا یکی از تو هف ورباس که پوزیشن یا اونرشپ مالکیت ها رو نشان میده، ولی من حیث تو هف ورب یا اگر ما صفحه کنیم I have a book، این اینجا مالکیت تو have verb باشد و میتونن که auxiliary verb هم شمن. I have done که دو فعل پشت در پشت، ما اولش قبلا بحث کردیم که اولش auxiliary است، دومش model یا دومش ordinary verb می باشن. ولی در اینجا نه دیگه auxiliary است و نه ordinary است و نه تو have verb است. صرف و صرف میتونیم که ما اینها را چی استفاده کنیم، منعیس causative. چی را نشان میتونیم اینها؟ demand or give someone responsibility.
از کس تقاضا کردن که یک کار برتان انجام بده یا یک مسئولیت بالای کسی سپردن است. مثلا که ما بایم که اگر هوا در کازتیف صفت کنم به ایمان است که از کس تقاضا میکنم تو عمل به من انجام بده کارم، یا یک مسئولیت سرش من نادم که عمل به من انجام بده، ولی در دیگه بزور سرش میکنم، ولی در این بزور سرش کار انجام میتم و میدادم و یا میتم، ولی در این من برازی خواهش دارم. دیگه طریقه های داره که بزور نمیشه. شما میدونید که اگر عمل بالای کسی در طریق بسیار خیلی مدامانه پیش ببرید. و دیگه داریم گت، شکل دوم ازی ما داریم گات. عزیزان متوجه باشین که حال معمولا در انگلیسی امروزی که ما پاسف جور میکنیم، بعض اوقات زیادتر کسا اگر ما بگویم در جمله یک مثال جور کار میکنم، بعد از باز پیش میریم. اگر ما بگویم که she studied English yesterday، شما طبق معمول شاید پاسف از این قسم جور کنید، شون در پاسف میفهمید دیگه، نیاز نیست مثلا بس کنم. English was studied by her yesterday. اما حال زبان انگلیسی مدرن چی میگه؟ میگه که شما نیاز ندارین که قدر از واز استفاده کنید، شما دایرکت استفاده کنید که English got studied by her، تو بهتر میه. ولی در یک امک که باز به این شکل هم شما میتونیم و به این شکل هم، چون اینجا طبق معمول ما گفتیم که قوانین خاص از خود داره که تو بیور بسفرین، ولی حالا میتونیم زیادتر که یک کار که بالای کسی صورت میره. خب پیش از یک موسیقی کنیم متوجه باشین که همین گت و گات چی رو نشان میتونه، بعد با سر از این بحث میکنیم. تو این کارج کسی را تشویق کنین، اگر تشویق کنین شما از کازت ورب گت و گات استفاده میکنین. معمولا متوجه باشین در این قسمت، در اینجا تشویق شد، در اینجا خوانده شد. انگلیسی خوانده شد توسط او دختر دیروز، انگلیسی خوانده شد توسط دختر، عین گپ است و در اینجا شما تشویقش کردیم. ولی ما کوشش میکنیم که معمولا زیادتر از جلوگیری کنیم از واز و ور اینها، ولی این هم درست است، استاندارد است این هم. ولی میتونید شما گاد هم استفاده کنید، اگر ما یک بجای واز گاد بدیم مشکل نیست، میتونیم ما شما چی کنیم به می اندازه استفادهش کنیم طبق معمول. پس ما عزیزان هلپ و الت هم داریم، ولی این سه تا خیلی مهم است که ما در زبان انگلیسی از اکتیف به پاسیف تبدیل میکنیم. شانه این سه نام کازاتیف اکتیف است که شکل های گذشته ایش است، که این نامیت هایش است که ما چی را نشان میده، میتونیم یا را به پاسیف تبدیل کنیم. خب عزیزان میایم باز هم سر کازاتیف پاسیف، سر میک و میت بحث میکنیم. حالا به نوبت پیش میریم، خیلی یک سه پارت داریم، مثلا ما سه ویدوز که راجع به کازاتیف ورب در یک ویدو نمیشه، خیلی بزرگ از درس ما سه ویدو ترتیب کردیم، که ویدو اولش ایست، پارت اولش است که ما درباره میک و مید بحث میکنیم، پارت دوم شما است اگر ادامه دادیم هوا هدیاز، و طریقه پارت سوم است که خیلی یک جنجالی پارت است که ما از کازاتیف ورب چه قسم به پاسف هایی که قبل از قبل کار اجرا شده و او را ما انجام بدیم. خب عزیزا باز این نوبت به نوبت میخوانیم، حال فیلن من بس میگنیم که میک و مید گفتیم چیست، یک شکل گذاشتیش هست که فور سامان تو تیک ان اکشن، یک عمل را انجام میده که یک کس بزرگ کار را بر شما انجام بده، این را ما میک میگیم. من این سر سترکچر های زیگر میدنیم، اکتیف کازاتیف سترکچر، این طبق معمول است که شما معمولا در کازاتیف وربا خواندین، که ما اگر بگویم نگویم شما باید بفهمین که ما در این قسمت در کازاتیف سبجکت داریم، کازاتیف وربای ما یا میک هست یا هف هست یا گت میه. در این قسمت ما مفعول داریم و در اینجا ورب ما صفت شده. در این قسمت شما عزیزم در اینجا سبجکت ماست، یک کار عمل سبب میسازه تا اینی مفعول ما هست، اینی کار سببی شد. در اینجا شما متوجه باشین که اینجا کاز در قسمت از این کاز به این معنی است که شما ببینین اینی کس
یا به زور میک یا تشویقی یا به شکل بر شما میده که مسئولیت بالای اینی شخص برده تا اینی عمل انجام بده. برای کی اینی عمل به کی انجام بده؟ مستقیم میه برای نزی. این متوجه خیلی متوجه باشین که ما داریم که اینی اصلا میخواید اینی شخص سعی کنین که ما بر شما اصلا اینی شخص میخواید که اینی عمل این دو تا رابطه داره، اینی شخص با اینی عمل. اینی شخص میخواید که چطور کنه اینی عمله، اینی عمله بالای اینی شخص چی کنه انجام بده، باز اینی شخص چی میکنه، یک رای را سربرا میکنه، کازتف جور میکنه، یا میک یا هف یا گت، که تا اینی عمله توسط اینی شخص سبب بساده که برای نزی شخص چی شوه اجرا کنه. این خیلی متوجه باشین که ما کازتف اکتف ما این نمیست. پس میایم کازتف پترن، شکل کازتف از این چیز. اول ما سر اکتفش یک چند جمله بس میکنیم، باز میایم مثلا با آسانی این را به پسف تبدیل میکنیم. یک استرکچر عمومی شد، یک استرکچر که به این شکل میتونیم که بجای کازتف وربا ناماش نشته کنیم. این رقم استرکچر هم شما میتونین همو گپ سبجکت کازتف یا هاو میک و get to هم میتونیم استفاده کنیم. let plus object ما مختصر نشش کردیم، plus object plus base form و verb person چی شده میدونه؟ شخص. anytimes هر زمان میدونی شما استفاده کنین. get got have had make made let شکل گذاشتش نداره. باز اینی کیست؟ اک پیشتر گفتم دانه که object person است و base form no endings no tense. یعنی در اینی دیگه ما کدام تنس نداریم که یعنی اس بتیم، ای اس بتیم، آی ان جی بتیم، ای دی بتیم. ای بیس فارم آف ده ورب باقی میمونه. پس عزیزا متوجه باشیم، دیدن اینجا ما فهمیدیم که اینی شخص میخواه تا اینی عمله، تا اینی عمله بالا اینی شخص سبب بساده که اینی کار بر خود چی کنه انجام بده. خب چه قسم؟ اگزمپل I made my brother clean my car. کدام زمان است؟ simple past tense. شما این جزیزا ببینین در این قسمت من میخوایم سکال ما چون عمل اجرا کردیم گذاشته است، ما چی کردم؟ اینی ما خواستم که این موتر ما چه قسم پاک کنم سر کسی خودم نمی کنم. مثال تنبل بیاینده که حالا ما گفتم که میک از این کازتف این پاسف نیست عزیزا، بیاین ما چی کردم؟ بزور این موتر خودم مای کار پاک کردم توسط برادر خود. I made سعی کنین ما اینی عملم، متوجه سین اینجا اینی عملم سیسنه کار اینی چیز خدا، اینی عمل خدا، اینی کار خدا، مثلا عمل انجام دادم بالای شخص سبب ساخته میشه. یعنی ما I made ما چی کردم؟ ما فشار آوردم، تاکید کردم یعنی تا برادرم پاک کنم موترم، یعنی کار جا شد. سعی کنین در این قسمت I made I subject person should have make let ما چون گذشته گفتیم به جای make چی استفاده کردم؟ any tense هر زمان گفتیم این ساده است اینجا گذشته. my brother person object should clean این عمل خدا پاک خدا هر چی که باز دیگه شما میتونید بعد از او هر مفعول بود هر فریز بود هر تکمیل کننده که بود مشکل نیست میتونید شما استفاده کنید. میدونی شما در اینجا پلاس آبجکت دیگه هم استفاده کنید، پلاس فریز هم میتونید استفاده کنید، مشکل در این نداره. پس ما خواستیم که موترم چه قسم پاک شده، پس از این خاطر ما برادرم ما سرش فشار رو عمل انجام داد. پس اینجا پرسن این مای برادر شد. نو ایندنگز ببینید که ایچ فیل به حالت خود باقی. و در این قسمت اگر شما میخواین که زیاد تاکید شود در اینجا هم خیلی بین بگوین که پلاس سنگرین در این قسمت
در اینجا میتونین شما بگوین که object یا phrase میتونین شما استفاده کنین یا complement میتونین استفاده کنین. پس از این خاطر عزیزا از اینجا میتونیم که ما به شکل استفاده کنیم که معمولا بگویم که پس عمل سر از چی کردیم گفتیم که باز میتونیم بگویم که ما وادار ساختم شخص تا عمل انجام بده. پس به این شکل سر دگیش I make my brother clean my car باز زمان ساده شد. Simple present tense. The simple present tense اینجا میکنم این کارا فشار میاره ولی نکردیم ولی ما نتیجه نگرفتیم. در این خیلی ما نتیجه گرفتیم که عمل صورت گرفت. چرا برادرم کار است؟ چرا که مثلا بزار کار انجام دادم؟ اینی عمل سببی است. I made the students study their lessons. پس ما بالا شاگرده فشار آوردم تا درس های خدا بخوانم. I made my son stay at home. اما یک چیز متوجه باشیم بعض اوقات اینو تو سر میخورین که their lessons و my car این اینجا بعض اوقات در آخر object نمیده شدیم بعض اوقات شما complement های میده شدیم که adverb شده میتونه کویده است بعض مفعول دیگه است که باز در این قسمت شما باز اگر من اینجا object نشته کنم باز چون اینجا باز تو بعض اوقات سر میخورین home یا باز object نیست. با این حالت ما سر بچه این فشار آوردم تاکید کردم تا چی شود در خانه بانه در خانه باشه بیرون نباید. پس به این که چه قسم به پسیو تبدیلش میکنیم first way رای طریقی اولش خوب گوش کنین عزیزا که خیلی جنجالی است ولی اگه طریقش ببینین هیچ مشکل نیست. طریقی اول causative active به causative passive چه قسم تبدیل میشه. طریقی اولش هم میخواییم که ما چی کنیم انجام بدیم. خب در اینجا ما گفته که subject plus be made get plus object یا در حقیقت چون اینجا get میتونیم get هم استفاده کنیم object plus past participle verb plus object. در اینجا متوجه باشین عزیزا که در این قسمت ما داریم باز شخص حالا امیز ذکر میشه برتون نمی قسمت در اینجا است person subject any tense ما میتونیم که در passive causative to be verb طبق زمان as am are was were یا اگر make بود made بود made get بود get هم میتونیم پیشتر گفتم دانه که بجای از اینها میتونیم که ما مستقیم got یا get هم استفاده کنیم. نیاز نیست که ما to be verb استفاده کنیم direct میتونیم که get استفاده کنیم. بر علاوه که get خودش یک causative verb است میتونیم در جملات passive خود بچه to be verb است چی کنیم استفاده کنیم. در اینجا person است در اینجا ما thing داریم. شما ببینیم شخص همیشه معمولا وقتی که اکتیف طریقی اولش پیشتر ما با شما گفتم شاید گیت شده باشین که چطور اینجا person آمده. باز حالا ما میخواییم که در سلایت اول گفتم دانه که وقتی که ما بخوایم که اکتیف به پاسیف تبدیل کنیم گفتیم که مفعول جمله اکتیف خدا اینه. ما بر شما اینجا در سلایت قبلی میرم قبلی شما ببینید در اینی قسمت در اینجا شخص کیست اینه مفعول جمله اکتیف خدا ما میخوایم منعیس سبجکت قرار بدم. در سلاید اول بر شما گفتم که اینی فرمول اکتیو ماست اینی شخص است اینی آبجکت جمله اکتیو خدا. اگر ما بخوایم پاسیو کنیم ایره سر جمله میارم که منعت چی میشه سابجکت میشه که ایره در سلاید اول بعدی ما کارش میکنیم که یاد نره که گیچ نشین در اینجا این حال ما مو گپ شده. حال اینجا مفعول دیگه هم است طریقی اولش شای کنیم گفته که I made my brother clean my car. در این قسمت شما ببینین باز همون جمله رو تکرار آوردم من causative شد اینی مفعول جمله active ماست. اگر من میارم شد subject
کدام زمان است؟ زمان گذشته است. طبق از ما to be verb استفاده میکنیم. اگر ساده بود ساده is am are، اگر گذشته بود was were استفاده میکنیم. یا اگر شما نمیکنین این کار میگه شما get، اگر ساده بود get، اگر نبود got. شما خیلی طریقه های دیگه هم داریم، تنها با میان طریقه ما ابتکار نکنیم شما که بو این که حتما نه والا می بی استفاده میکنیم بجای بی کسی میتا که گارو میتا شما بفهمید که هم کازاتف شد. پس این کازاتفش استفاده میکنیم عمل از و شخص با ذکر نمیکنیم دیگه. حالا ببینید که ما چند جمله است، این شام سعی کنین ویرام سعی کنین این هم سعی کنین که جمله قبلی که ما بیشتر تکرار داشت آورده میشه که بر شما فهمیده شده که شما ببینید که در این جمع تمامشان این جمله سادهش است، این هم مفعول اکتیو است، این هم مفعول اکتیو است. گفتیم که وقتی که جمله اکتیو داشته باشیم میخواهیم که به پسیو تبدیل کنیم مفعول جمله کازاتیو ورب ما خدا منعکس سبجکت جور میکنیم. حالا ببینیم که پسیو از این چقدر میشه. کازاتیو اکتیو یا کازاتیو پسیو، معمولا کازاتیو پسیو سعی کنیم آورده منعکس سبجکت چی را؟ مای برادر. در این قسمت شما نشانیش میگنم که بهتر بفهمین. ما از قسمت object causative active آورده منعیس subject causative passive. طبق جمله ما زمان گذشته است، ما بی استفاده میکنیم، این was. در این قسمت بر شما was استفاده شد. بعد از خود causative verb خود استفاده میکنیم، این میره. چون یه get استفاده میکنیم، اگر was نداشتین استفاده کردید شما get استفاده کرد، حالا مونه برتون استفادهش میکنیم. بعد از او ما گفتیم که در اینی قسمت معمولا عزیزان یک چیز متوجه باشین که در این اینجا ما past participle بخاطر جور کردیم که object past اینجا past کردم که در این قسمت subject ما این شد، من از object زیر آوردیم، من از subject اینجا آورده میشه، was این شد، get میده بخاطر اینجا نشد کردیم که میده جمعه و هم past participle هم میشه. میدونی شما از فرمولتان اینه بیر مکمل past participle verb بخی پاس کنین، چون اینجا طبیعی است که ما خود causative verb استفاده میکنیم. از این خاطر ما اینجا اگر مید نمی آوردم پس پارسپال می آوردم، پس پارسپال باز به شما مشکل میشه کدوم فعله. حالا پس پارسپال به این معنی است که اینمی مید خودش شکل دوم فعل است، یعنی شکل سوم اینمی خودش داره، یعنی نیاز نیست که ما این کلینه چی کنیم پس پارسپال جو کنیم. پس میتونید شما در قسمت چی کنین امیر حذف هم کنین که یعنی نیاز نیست که ما چی کنیم، نیاز نیست که ما این را سرش چی کنیم استفاده کنیم. ایچ شما سر از این خط بگیرین به این معنی است که این را به خاطر من نشته کردم که یعنی مید میتونه که پس پارسپال هم، یعنی پس پارسپال نمو شکل دوم سیوم از این نیست. پس این میتونه شما حذفش کنین، آبجکتش اینه مای کار است، آبجکتش چی میشه مای کار میشه. یا میتونه که شما به این شکل هم جور کنین امیره مای را بیخی پاک میکنم با کازتف ازی، البته در این قسمت هم میتونیم ما شما اینی را بیخی پاک کنیم پس پارسیپال میگیم که ایچ این خلاصهش میسازیم پلس میت هرچی که آمد دیگه میتونه که بعض اوقات آبجکت هم استفاده شما، یا میتونیم که شما هم از این طبق معمول و اگر میخواین که پس پارتیسیپل بته میشه به این معنا میتونین که پس پارتیسیپل به خاطر که وقتی که باز ما زمان سادهش میباشه این می چی میشه شکل دوم میشه شکل سوم میشه، از او خاطر ما اینجا پس پارتیسیپل داریم. در غیر از او شما عزیزا میتونین که عادی هم جورش کنین یا خلاصه اینه که جورش کنین، هیچ از او دیگه پیش نرین، مکمل ایرا پاکش کنین کفایت میکنه تا این قسمت که شکل سبجکت بی واز شد شکل سیومی. پس اگر ما در زان ساده باشه باز شما باز به گیچ نشین، پس پارتیسیپل به خاطر نشنه میکنیم که
اگر در زمان ساده استفاده میکنیم میشه با چون مید میشه، از این خاطر ما نیاز داریم که اینجا چی کنیم، پس پارسیپل بده. ما در بعض جایا بازم ذکر میکنیم که اینجا باز بعض اوقات آبجکت میه و در این تا جایا بعض اوقات باز آبجکت نمیه، پس میتونیم که شما آبجکت استفاده کنین یا بکنین یا انجام ندین، مهم نیست. پس از این خاطر ما به این شکل جور کردیم. شکل دومش ما میتونیم که به این شکل My brother got cleaned my car. اینه این حال عزیزا سعی کنیم که باز پس پارسپل اینجا کار ما شد یا نشد. از این خاطر ما پس پارسپل حذف کردن نمیتونیم. اگر در اینی صورت باشه ما میتونیم که پسش کنیم، در صورت که اگر ساده باشه باز هم کار میه، اما باز ما اینجا میدانیم که به جای to be verb خود که زمانی که بخوایم استفاده کنیم to be verb خود پس کنیم شکل دیگه my brother got clean، اینجا باز شما میتونیم که نیاز دارین به object استفاده کنیم، ولی در بعض جای باز object استفاده نمیشه، ایره خیلی متوجه باشین. پس دو حالت میتونیم ما اینه می رخم جملات I made my brother clean my car. طریقه اولش که پیدا می کنیم اینجا فکر کنم که اشتباه شده person در اینجا person پاک هم چون در سرکچر قبلی بود، پس person اینجا شد. اینه بجای to be verb ما چی صفحه هم got و کوشش کنیم که اتار هم است و cleaned پس پارسیپل شد my car object شد. پس طبیعی است که ما زمان خواسته باشیم که اکتیو و به پسیو تبدیل کنیم، بینمی استرکچر شما پیش ببریم و اگر میخواستین که باز در بعض جای آبجکت بتین در اینجا هم میتونین شما یک آبجکت هم ذکر کنین، چون من اینجا بعض اوقات باز آبجکت از این خاطر من عذبش کردم که بعض اوقات باز ما آبجکت نمیتونی نمیداشته باشیم در این قسم جملات خود. پس از این خاطر عزیزا متوجه باشین که یکی ما to be verb استفاده میکنیم طبق جمله خود زمان گذاشته است was میه، پس خود causative در پلیش نشنم میگنیم که برادر ما بالایش فشار داده شد تا پاک کنه چی را محترم است. کنیم من اینجا ذکر نکردیم، من خودم اید نیستم، اینجا سبب ساختیم ای را تا انجام بوده ای کاره، ولی در اینجا چی شده خود کازتف ما مفعولش سر جمله آوردیم تا کار تا کار سبب شده که سبب شده تا این شخص انجام بده. به این معنی است که من اینجا سبب ساختم ایره، ولی کار سبب شد سر زیانه بزور انجام داده شد توسط این شخص، یا این شخص کس سبب ساخت عامل ساخت تا این کار انجام بده. اینجا دیگه باز ما بای فرز فا نمی کنیم که بایم بای می، چون اینجا جمله است که معلوم میشه که حتماً بالای کس بالای زی کس بوده که این کار به زور سرش کرده، ولی اینجا باز دیگه معلوم نمیشه. سر جمله دوم سعی کنین بس کنین. میایم جمله ساده است I make my brother clean my car. من فشار میارم به زور سر برادرم کار انجام میتم. سعی کنین my brother اینجا از شد طبق زمان خود ما to be verb است made خودش clean my car. اترام میتونیم my brother is made. My brother is made clean my car. یا شما به یک شکل دیگه هم چونمی تکرار آمده، چون نجا تکرار آمده باید به این شکل میشد my brother got clean my car. پس my brother object ازی شد got شکل، چون زمان میتونیم ما شمایی را بایم که چون get نباید باشه این قسمت. پس ببینید نشست که my brother get clean my car، پیشتر اینجا من got نشته کرده بودم. پس عزیزا اینجا متوجه باشین که در این قسمت چون زمان ساده است از این خاطر got نمیه، این قسمت ما get استفاده میکنیم، ولی فعل ordinary ما past participle میشه. یعنی به این شکل هم میتونیم که ما causative active خود را به passive تبدیل کنیم. میریم سر
بعدیش البته سر جمله بعدی که she made the students study their lesson زمان گذشته است البته ای به این شکل میشه the students were made study their lessons. در این قسمت او دختر به زور سر شاگردا فشار آورد که چی کنه تا درس اخته بخونه. سر شاگردا فشار آورده شد تا درس اخته چی کنه، یعنی مسئولیت پذیری کردن تا درس اخته بخونه. اما به شکل دیگه هم میتونین شما بگین که the students got studied their lessons، شاگردا وادار به درس خواندن شدن، یعنی حتما کسی بوده که سر از یا فشار آورد. در این قسمت هر دو حالت کننده ما یا امو شخصی که سبب می شده معلوم نیست. دو طریق شکل اول ما دو طریق می تانیم. به طریقی اول، طریقی اول ما دو دسته تقسیم شده که یکی با افعال to be می تانیم که ما طبق همون جمله خود causative verb خود جور کنیم، و شکل دوم طریقی اول است که ما می تانیم که get و got هم استفاده کنیم که در این قسمت هم میتونیم که استفاده شد. پس got کس یک شکل تشویقی هم میشه، بتانیم بایم که get و got هم شکل تشویقی هم میشه که ما در causative خود در این دقیق مکمل سرش فشار آورده شده میت شده، و got هم به این شکل میشه که ما اگر کسی میگه که the students got decided their lessons به ایمان است که یا فشار آورده یا سرش got یک حالت را بیان میکنه که تشویق شده، شاگردان تشویق شد تا درسای خود بخونه. پس عزیزا زیادتر زیادتر کس اگر میگه که the students were studied اترام میتونین بگین، مثل که من پیشتر بر شما عرض کردم که شما کازتف یا جملات پسیفتان طبق معمول همیشه اگر بگین گفته دانه که she cleaned the house، ایره من پسیف تبدیل میکنم the house، the house was cleaned. این رو خب میفهمین که چرا تو بی ورو بنده by her، یا اتر بسا اتفاده کرنش که the house got cleaned by her. اتر هم میتونین یک شکل the house، چون اینجا سپلنگ اشتباه شده the house got cleaned، اتر هم میتونین خانه چی شد؟ پاک شد. یا میتونین که by her هم استفاده کنین، the house got clean by her. و کسی اگر پاسف استفاده میکنه، یعنی پاسف اینزی هم ای شکل میشه و هم به ای شکل میشه. حالا هم ما داریم به می شکل که متوجه باشین، خیلی این نکات هم مد نظر بگیریم. میم دگیش I made my son stay at home. My son was made stay at home. There is no object. هیچ کدام مفعول اینجا وجود نداره. Third form of the verb ما made است اینجا و فعل اصلی ما که stays، ولی بس stay را میخواییم که به شکل past participle جور کنیم. My son got stayed at home. طبق از این جمله ما. یعنی عزیزا ما به این شکل طریقه اول causative passive که یک طریقه اولش بود که به دو شکل موجود است که ما تانستیم که را با کازتف اکتفای خود از اکتف با چی تبدیل کنیم؟ با پاسف ها تبدیل کنیم. خب عزیزا ای بود ویدیو اول ما، طریقه اول کازتف اکتف ما با پاسف. البته که سابسکرایب کنین چینل های ما را، باز هم چینل ما را و صفحات اجتماعی ما را، تا بیشتر بیشتر ویدیوها بر شما ارسال شوه. طریقی اول ما دانستیم که چطور میتونیم که causative activity خدا با causative passive یک طریقه دو شکل داشت و درباره causative هم فهمیدیم. ویدیوی بعدی ما به طریقی دوم causative activity خدا با پاسیف که باز هم سر میک و میت صحبت میکنیم، کنوزا have و had و get و got مانده، ولی طریقه دومیشیست که ما چطور بتانیم که causative activity خدا با پاسیف ها تبدیل کنیم با شکل طریقه دو. چون طریقه اول دو شکل داشت، حالا طریقه دوم هم به می شکل پیش میریم. اگر ویدیو رو ادامه میدادیم خیلی باز زیاد میشد، چون آره ما چند پارت ساختیم که هر پارت شما دقیق دقیق درست ببینین و
از او لذت ببرین. هر سوال، هر مشکلی که داشتین شما با ما به تماس شوین، از طریق صفحات کامنت مانین. هر ویدئوی هر گرامر که شما میخواین ما بر شما ویدئو جور کنیم با شکل دیتیلز و جزئیات مکمل، انشاءالله تقدیم شما خواهیم کرد. پس با دیدار بعدی شما را به خداوند کریم و رحیم مسپاریم و سلام.